با سلام خدمت بینندگان عزیز شبکه آیتین لندن، در خدمت یکی از بزرگان تئاتر، نویسنده و کارگردان که همه براتون آشنا هستن هستیم، خانم پری صابری. خانم پری صابری، خیلی خوش آمدید به تلویزیون ما و خیلی ممنون از اینکه لطف کردید و اجازه دادید من در چند دقیقه در خدمت شما عزیز باشم. با عرض سلام به بینندگان محترمی که حوصله میکنن و کار ما رو تماشا میکنند، من برای معرفی خودم گاهی دچار شرمندگی میشم، ولی به هر حال من متولد ایران هستم، در ایران بزرگ شدم، تحصیلات مقدماتی خودم رو در ایران انجام دادم و بعدم در سن 12 سالگی فکر میکنم رأس پار فرانسه شدم و مدت 15 سال در شهر پاریس اقامت گزیدم و تحصیلات دوران متوسطه و دانشگاهی رو اونجا به پایان رساندم. در یه خانواده متوسط فرهنگ دوست به دنیا آمدم. مادرم بی نهایت علاقه به کارهای نمایشی داشت. پدرم شاید کمتر، بیشتر دلش میخواستش که به هر حال بچه ها در یک حرفه‌ای که سر و سامان زندگیشون رو تضمین کنه فعال باشن، ولی مخالفتی با انتخاب رشته من نکرد. من زمینه‌های تئاتر رو شاید از گفتگوهایی که مادرم شما برام میکرد به دست آوردم. از تعزیه خیلی برام صحبت میکرد، از شاهنامه خیلی برام میخوند. وقتی رفتم فرانسه، در واقع وسوسه هنر در من همیشه قره بود، هرچند قرار بود که من برم در رشته پزشکی که پزشکی هم فکر میکنم درونگرایی انسان، انسان شناسیه و یک جایی دو تا رشته به هم دیگه متحد میشن، یعنی کار با کار تئاتر، انسان شناسی، خود شناسی و به حال آگاهی به جهان هستیه که تبابتم همین کارو میکنه. ببخشید خانم صابری، چند تا خواهر برادر دارید؟ من یک خواهر بیشتر ندارم که خواهرم بیشتر در زمینه‌های روابط عمومی کار میکنه، اون بیشتر زندگیش در فرانسه بوده، 3 سالی اونجا بوده و شاید بیشتر 4-5 سال در ایران زندگی نکرده. چطور شو وارد کار هنر شد؟ بسیارت حرفه‌ای از کارم خدمت این وسوسه در من بود که به حال همیشه کشش داشتم که در فرانسه که بودم برم سینما ببینم، فیلم ببینم، تئاتر ببینم، بعد کنسرت ببینم، موزه های نقاشی رو ببینم و خود به خود کشیده شدم به طرف سینما. در واقع رشته اصلی من یا مقدماتی من سینما بود که در فرانسه دورش رو به پایان رسوندم. بعد هم حس کردم که من یک کمبود دارم و نمیتونم بازیگران رو اداره کنم. صندلی رو جابجا میکردم جلوی دوربین یا دسته گلو یا هر چی رو که به حال جامد بود و اراده نداشت میتونستم باهاش اراده خودم رو بهش تحمیل کنم، ولی به بازیگران نمیشه این کار کرد و باید اونا رو میشناختم، نوع برخورد با اونا رو میشناختم و این کار رو در رشته تئاتر نزد استاد فقید بزرگوارم تانیا بالاشوا آموختم و کم کم تئاتر اونقدر منو گرفت که به حرفه‌ای که اول انتخاب کرده بودم تا به حال نرسیدم، ولی وسوسه همچنان در من هست و در کارهایم که من انجام میدم این به حال مقام تصویر خیلی مهمه و این از سینما میاد. ابتدا که من کار میکردم تا خانم صابری داره کار سینمایی میکنه و من هر دو رو با هم دارم انجام میدم. این تصویر خیلی نقش مهمی رو داره در کار من و این از تربیت یا به هر حال ترینینگی بود که تو قسمت سینما دیدم. اولین کارتون چی بود خانم صابری؟ اولین کارم در ایران در انجمن فرهنگی ایران فرانسه به روی صحنه رفت و من یک نمایشنامه‌ای رو از ژان پرسار به اسم ویکلو یا در بسته یا جلسه سری به فرانسه بازی کردم و بعد از اون هم شروع کردم به ترجمه آثار بزرگان. معذرت میخوام، اون مال چه سالی بود؟ یادتون 42 43 44، بله واقعا خیلی دقیق نمیتونم به شما بگم، ولی برمیگرده به اون تاریخ. و بعد از اونم شروع کردم به ترجمه آثار بزرگان ادبیات دراماتیک جهان و کارگردانی آثارشون و این فعالیت ادامه داشت تا انقلاب و بیشتر شهرت من در اون زمان بر مبنای متونی که از چخوف انتخاب می‌کردم و ژان پل سارتر انتخاب می‌کردم، از پیرا
موضوعات یکی بود تقریبا. موضوعات؟ موضوعات من پی اس که می نوشتی. آب می نوشتم؟ من تا قبل از انقلاب نمایشنامه نمی نوشتم، ترجمه می کردم. بعد از انقلاب شروع کردم روی متون ایران کار کردم، روی ادبیات کهن ایران کار کردم که هر کدوم یه قصه جدای واسه خودش داشت، ولی من به یک سبک رسیدم که سبک موسیقیایی هست در تئاتر و تو این سبک قصه های مختلف، آثار مختلفی رو میارم روی صحنه. هر بار یک داستان میاد روی صحنه. داستان ها متفاوته ولی سبک یکیه، چون سبک رو نمیشه هر روز عوض کرد. سبک اپرا، سبک موسیقیایی، سبک موسیقایی، سبک ملودرام، سبک ملودرام نمیشه داره عوض کرد مگر موضوع رو شما عوض کنه. ولی چون من موضوع رو عوض نمی کنم و موضوع بر مبنای متون کهن و فرهنگ ایران استواره، بنابراین قصه ها عوض میشن ولی سبک همونه. خانم صابری، شما کاری که انجام دادید، من خب چند تا کارتون رو دیدم، مثلا موضوعات مثل یوسف و زلیخا، مثل لیلی و مجنون، لیلی مجنون تو تئاتر در کنار خانم ایران بود، البته با دعوت خانم ایران و ایشون لطف کردن منو با شما آشنا دادن. میخواستم ببینم چرا موضوعات شاهنامه رو شما انتخاب میکنید، موضوعات این چنینی رو چرا موضوع شاهنامه رو انتخاب میکنید؟ موضوع شاهنامه یا در مورد یوسف و زلیخا در این سبک کار میکنید؟ به خاطر اینکه من فعالیتم از 15-16 سال پیش بر مبنای ادبیات کهن و ادبیات معاصر ایرانه و در این وادی اونقدر به هر از ارثیه قوی و بزرگی من رسیده که وقت نمی کنم همش رو بیارم صحنه. من از شاهنامه آوردم، از مولوی آوردم، از حافظ آوردم و اینا بزرگانی هستن که فکر میکنم تبلور ذهن ایرانی رو در حد اعلا دارن بازگو میکنن و خب چرا که نه؟ از مورد علاقه خودتون در واقع هست که مورد علاقه همم قرار گرفته، چون تو ایران خیلی رایجه. از کاراتون بسیار بسیار تعریف میکنن، از شیوه کارتون، از شیوه کارگردانیتون و این واقعا جای تعجب بود. خود من در همین تئاتر لیلی مجنون که دیدم واقعا تعجب کردم، اینقدر مجذوب شده بودم که نمیدونم شما چطور این موضوعات رو در کنار هم قرار دادید. به خاطر که یه ارثیه ملت ایرانه، کاری که من دارم انجام میدم روی میراث فرهنگی ایرانه که میراث بسیار نفیس و پرقدرتیه و فکر میکنم که این زمینه هاش در دل تک تک آهاد مردم ایران وجود داره. وقتی شما کارتون رو بلد باشین که من فکر میکنم خب بلدم تا حدودی به این کار دست میزنم، میتونم یک ارتباط خیلی تنگاتنگی با مردم ایران برقرار کنم و این در عرض این 15 سال اخیر به من ثابت شده که شاید راهم درسته و مردم انتظار دارن که با مقولاتی به خودشون مربوط میشه، به فرهنگشون مربوط میشه، روبرو بشن. مثل که میرن جلو آینه، جلو آینه که میرین هر کسی هر روز دو سه بار میره جلو آینه، خب حالا بذار یه شب بیا جلو آینه فرهنگ خودش. درسته. خانم صابری، شما فرمودی تا قبل از انقلاب فقط ترجمه میکردی، کار تئاتر این چیزا کاری انجام ندادی؟ چرا، کارگردانی میکردم، هم ترجمه میکردم هم کارگردانی میکردم. ترجمه میکردم برای یه متونی که به دستم میومد، در حالی که به حال بزرگان ادب ایران رو ترجمه کرده بودن تئاتری نبود، یعنی تو زبون برای هنرمندیشه نمیچرخید. یعنی که من تمام این آثار رو دو مرتبه ترجمه کردم، تمام آثار چخوف رو ترجمه کردم، آثار به زیادی از ژاپل سار ترجمه کردم و آثار زیادی از یونسکو ترجمه کردم و بعد همه اینا رو میآوردم روی کارگردانی میکردم. یعنی کار من کارگردانیه و بازی رو یه روز گذاشتم کنار، بلکه دیدم که درست نیست من هم کارگردان باشم، هم بازیگر باشم، هم مترجم باشم، همه کارهایی که ممکن است داد انجام بده به خودم تخصیص، یعنی به خودم تخصیص بدم، بهتره کار قسمت بشه. و تو این قسمت بندی ترجیح دادم بیام تو زمینه کارگردانی و اونجا فعالیت بیشتری داشته باشم با بازیگرانی که به هر حال در اختیار من قرار میگیرم برای یک کار دوچاره، یا اینکه مقابله و یک نوع رقابت قرار نگیرم، چون رقابت هست توی صحنه تئاتر. بازیگرانی که بازی میکنن دشمن هم نیستن ولی رقابت میکنن با هم. ببخشید می‌خواستم این کارو بکنم. اجازه بدید ما یه بریکی داشته باشیم، چون بچه‌ها به من اشاره میکنن که اگه اجازه بدید یه بریکی داشته باشیم، برگردیم ادامه صحبت‌های شیرین شما رو مجددا با بینندگان عزیز داشته باشیم. باش.
همسرمون هستی. خانم صابری صحبتامون شیرین شده بود که متاسفانه به ما اشاره کردن که تمومش کنیم، بریکی داشته باشیم. من ازتون میخواستم ببینم که شما اشاره کردید که بازیگرم بودید، میتونم بپرسم تو چه فیلمی بازی کردی یا تو کجا بازی کردی برای بینندگان عزیز بفهمید؟ من توی دو تا فیلم بازی کردم وقتی آمدم ایران. شب قوزی بود که کارگردانش به عهده آقای فرخ قفاری بود که شخصیت بدام و حال سینما فرهنگ ایران هستن، و یک کار هم با آقای ابراهیم گلستان انجام دادم در شهر، در فیلم خشت و آینه که یکی از بهترین فیلم هاییست که در تاریخ سینمای ایران ساخته شده و یک زیربنایی رو ساخت که سینمای مؤلف ایران متولد شد. و بعد هم در تئاتر به فرانسه بازی کردم و کارهایی که خودم می آوردم روی صحنه، خب احساس می کردم که یه جوری غیر منصفانه نقش اول به خودم می دم. خب در مرغ دریایی نقش اول خودم داشتم در خیلی از کارها و دو سه تا کارم با آقای سمندریان انجام دادم تو باور شیشه‌ای، ولی یه روز حس کردم که خب من به عنوان یک کارگردان یا به عنوان یه نفری که در زمینه تئاتر داره کار میکنه باید تمامی رشته‌ها رو بلد باشم، اگه بلد نباشم نمیتونم کارم رو به با حسن واقعا احسن به عملیش کنم. بنابراین خب هم کارگردانی بلد بودم، هم طراحی صحنه بلد بودم، هم ترجمه بلد بودم، هم بازی بلد بودم. شما اینو باید بدونید وقتی وارد این وادی میشین. اما فکر کنم سهره که پهن میشه دلیل نداره که همشو من خودم به خودم تخصیص بدم. بذارید دور این سفره ده زیادی بنشینن. و اون روزی که به حال به این نتیجه رسیدم و بیشترش هم در نتیجه رقابتی بود که یکی از بازیگران با خود من داشت، با اینکه من نقش دینا رو توی مرغ دریایی بازی میکردم، فکرم که شاید یه هشداریه که خانم بالاخره خودت هم یه جوری سهم کمتری برای خودت بردار، بذار همه استفاده کنن. و به همین دلیل از اون تاریخ به این طرف در هیچ نمایشنامه بازی نکردم، فقط فعالیتم محدود شد به کارگردانی، ترجمه و بعد از انقلاب تألیف نمایشنامه که خیلی مهمه برای من که این انجام شد. یعنی بعد از دوره دوم فعالیت من رو آوردم به نمایشنامه نویسی و این رو در واقع موقعی که داشتم ترجمه می کردم خود به خود یاد گرفته بودم چگونه میشه یک نمایشنامه رو نوشت، چون نمایشنامه نویسی خیلی کار مشکلیه برای که شما در عرض دو ساعت با تمام حضور بیان کنید و همش ضبط و ربط داشته باشه با هم دیگه. در حالی که رمان شما میتونید 500 صفحه بنویسین، ولی تو تئاتر اینجور نیست، شما باید در یک ساعت و نیم دو ساعت مطلب رو بگید. و من گفتم و الان 7-8 تا نمایشنامه رو از متون ایرانی برگرفتم و ساختار نمایشی بهشون دادم و الان در اختیار عموم قرار گرفته، هر کسی بخواد رستم و سهراب بیا رو صحنه نمایشنامش حاضر، لیلی و مجنون، یوسف و زلیخا و و و. خانم صابری حالا برگردیم به این صحبت‌های قبلیتون، مگه خیلی از کارگردان هستن که هم سناریو می‌نویسن، بعضی موقع در مقام تهیه کننده هم هستن، بازیگری هم می‌کنن، این تناقضی تو کار ایجاد می‌کنه؟ تناقض ایجاد نمی‌کنه، ولی من فکر می‌کنم قسمت کردن خیلی مهمه که شما افراد مختلفی رو شریک کار خودتون بکنید، چون کار ما یه کار انفرادی نیست. مثلا نقاشی که به تو خود در ببندید نقاشی کنید یا بنویسید، یه کاریست با یه گروه دارید کار میکنید. و وقتی هم میایین توی وادی واقعا حرفه‌ای بایستی که قسمت کنین تا کارتون واقعا به قوام لازم برسه. من اگه قرار باید طراحی صحنه رو خودم بکنم، بازیگرم خودم بکنم، تهیه کنندگی رو خودم بکنم و کارگردانی هم خودم بکنم، یه خود بی‌انصافیه، برای من بی‌انصافیه و در ضمن نمیتونم اون کارهای لازم رو به ثمر برسونم، چون کار وسیعه. وقتی من کار 50 نفره میارم روی صحنه قبلش همه کارشو انجام بدم که میتونم این کار انجام بدم، ولی نه درست میبینم و نه منصفانه میبینم و نه اینکه در یک ساختار حرفه‌ای فکر میکنم خب باید حرفه‌ای عمل کرد. موزیسیان باید باشه، طراح صحنه باید باشه، طراح حرکات باشه، همه اینا، ولی کارگردان باید تمام این اصول رو بدونه. اگه ندونه نمیتونه کارشو پیش ببره. اگر من از طراحی چیزی سرم نشه، هر چیزی میذارن جلو باید قبول کنم، ولی باید بدونم اینو، ولی دلیل نشه که هر دو کارو خودم انجام بدم. من نمیکنم.
یعنی الان در واقع شما در مقام صرفا کارگردانی دارید کار میکنید و ترجمه کاری که بعضی وقت دوست داشته باشید؟ الان در مقام کارگردان و نویسنده که دو تا کار خیلی مهمیه. بسیار عالی. در مقام شما، شما که در مقامی که این در کشور ما دارید و همه جا تعریف از کارای قشنگ شما هستش. متشکرم، ولی من فکر میکنم که شاید راه هم درست باشه. خانم صابری، یه خود برگردیم به مسائل زندگی تو، نمیدونم وقت هستش، میخواستم بپرسم این کارهای شما که انجام میدی در اجتماع کار میکنید هیچ لطمه به زندگی خانوادگیتون نمیزنه؟ در من فکر میکنم که در عرض 24 ساعتی که در اختیار هر کسی به هر حال قرار بگیره به حکم قانون، شما 8 ساعتش رو برای استراحت لازم دارین، به هر حال 4-5 ساعت شب میتونیم برسیم به زندگی شخصی خودتون، خانوادتون، نمیدونم پخت و پز و اینا که خیلی مهمه. مگه شما پخت و پز هم میکنید؟ خیلی زیاد، خیلی هم دوست دارم، ولی فکر کنم سفره خیلی چیز مهمیه، کم اهمیت نیست که فکر کنم هر چیزی خورد خورد، اصلا اینجوری نیست. شما موظف هستین به جسم خودتون برسین و این منظورم این نیست که پرخوری کنین و هر روز بشین پای سفره، ولی باید یه غذای معقولی هم برای خانواده خودتون درست کنین، برای خودتون، چون جسم اگر که وابزنه شما وازدی. بنابراین نه، من فکر کنم اگر آدم کاراشو درست قسمت بکنه و شریک زندگیش که الان شریک زندگی من 10 سالی از کنارم رفته و به فوت شدن. بله، فوت شدن. بله، خدا رحمتشون. اگر که اهمیت بده به شخصیت شما، شما همین کار رو انجام بدید و من این کار رو انجام دادم. من دو تا فرزند دارم که تا اونجا که تونستم بهشون رسیدم، به شوهرم هم میرسیدم و در ضمن تو خانواده پشتیبانی میشدم، مادرم پشتیبانی میکرد، پدرم پشتیبانی میکرد، شوهرم خیلی زیاد پشتیبانی میکرد، برای من مسئله نداشتم. ظاهرا به من اطلاع میدم باز یه وقت دیگه نمیدونم اتاق فرمان چی در نظر گرفته، فکر میکنم ظاهرا تبلیغات از لندن داشته باشیم، میریم میبینیم برمیگردیم ادامه مصاحبه شیرینی که من در کنار خانم پری صابری افتخار رو داشتم هستم و خواهیم داشت. با ما باشی تا ما برگردیم بعد از تبلیغات ادامه مصاحبه رو داشته باشیم. با عرض سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز، کنار تئاتر نویسه و کارگردان بوزه خانه پری صابری هستیم که صحبت هم قطع شده بود، تبلیغات هم تموم شده، صحبت کوتاه میکنم تا صحبت های شیرین خانم صابری داشته باشه. خانم صابری، داشتید از خانوادتون میگفتید، میتونم بپرسم همسرتون هم مثل خودتون در این کار هنرمند بودن و یا همکاری داشتن؟ همسر من یکی از پزشکان به حال به نام کشور بود که برای من پزشکی هنر خیلی بزرگیه، هنر شناخت آدم و رسیدن به مردم، و اون آدمی بود که بسیار شهرت زیادی در ایران داشت و هنوز که 10 سال از فوتش میگذره خیلی راجبش صحبت میشه. آقای دکتر هوشنگ شیرینلو همسر من بودند که متخصص جهاز هاضمه بودند و یه مقام به حال خیلی بالایی در زمینه پزشکی داشتند که همیشه هم از من حمایت میکردند، همیشه میگفتن هر کسی باید بره دنبال اون چیزی که در نهادش هست، باید به اون برسه تا شخصیتش گل کنه. و من هم خب هنر مقوله من بود یا اینکه وسوسه من بود و رفتم سراغش و هیچ وقت هم مانعی از طرف خانوادم راجع به کارم نشد، چه از طرف شوهرم، چه از طرف پدر مادرم و بقیه. بعد دو تا یه دختر و یک پسر دارم، پسرم تو رشته کامپیوتر هست، فوق لیسانس کامپیوتر داره و دخترم در زمینه هنر کار میکنه و نقاش بسیار برجسته قوی دستی، یکیشون توی به حال علمه، یکیشون تو هنر. خانم صابری، دوست نداشتید که مثلا بچه‌هاتون رو تشویق کنید که ادامه کار خودتون رو داشته باشن؟ من فکر میکنم که باید احترام گذاشت به شخصیت هر کسی، چون ذات هر کسی با تولدش مشخص میشه. یکی ذات هنری داره میره سراغ ذات هنری خودش، یکی ذات علمی داره میره سراغ علمی، چون هر آدمی یک استعداد خاصی در نهادش نهفته است، باید اجازه داد که این استعدادها بروز کنه. اگر بخوایم سرپوش بذاریم یه وقتی میزنه بیرون یا به حال که به راه کج میره. باید به آدم ها احترام گذاشت و فرصت گذاشت که به ذات خودشون اونطوری که به حال مشیت الهی بوده و هست ابراز کنه. نباید زیاد آدم توقع داشته باشه پسرش یا دخترش یا فامیلش مادرش دنباله رو
کار شما باشه، هر کس با دنبال کار خودش بره. زنده باشین، آرزو موفقیت براتون دارم. حالا برسیم به کار حرفه‌ای خودتون. یادتون هست اولین کاری که عادت این سوالی خود چیزه نمیشه گفت، یادتون هست اولین کاری که روی صحنه رفت چی بوده و کی بوده؟ من یک کار خیلی کوچک خانوادگی از ژول هنر اسم کار که هویج آوردم روی صحنه که انتظار اون چنان موفقیتم نداشتم. ولی کی بوده خانم صابری؟ 42-43 بود، درست الان نمیتونم بگم چه سالی، ولی این کار انقدر موفق بود و انقدر آدمای برجسته مملکت راجبش خوب نوشتن که راه من در تئاتر باز شد. یکی از کسانی که خیلی پشتیبانی کرد آقای ابراهیم گلستان بود، آقای جلال آل احمد بود. اینا خیلی راه منو بدون اینکه من خودم مثلا انتظار داشته باشم با نقدهایی که نوشتم باز کردن و راه من در زمینه کار تئاتر با سهولت انجام شد. خیلی نیفتادم تو دست اندازهایی که ممکنه برای هر کسی پیش بیاد و بعدم ادامه دادم دیگه، خودم ادامه دادم، چون فکر می‌کنم که افرادی که کنار شما هستن به شما کمک می‌کنن، ولی خودتون بایستی که رو پای خودتون بایستید. وقتی که ایستادین رو پای خودتون و اهمیت دادین به اون قدرتی که در وجود خودتون هست و اون قدرت رسیدین، بالاخره راهتون باز میشه. تو این کارتون اون زمان رقیبی هم داشتید؟ اون موقع نه، مانع بخواد بشه نه. بالاخره می‌دونین بچه‌های هم حرفه آدم هستن با همه با هم رقیبن. رقیب با بدخواه فرق میکنه. عرض کردم که بخواد مانع کارتون بشه. خب بودن، یه دی بودن، حالا هم هستن، ولی به هر حال این جزء خصلت کاریست که ما داریم انجام میدیم و توش رقابت هست، حسادت هست، همه اینا هست، ولی مهم نیست به نظر من. ظاهرم به من اشاره میکنه یه تیکه از کارتون آماده پخشه، میریم میبینیم، برمیگردیم، ادامه مصاحبه رو با شما عزیزان خواهیم داشت. خب بینندگان عزیز برگشتیم، ادامه مصاحبه رو با خانم صابری خواهیم داشت. خانم صابری، کلن چند تا کار شما قبل از انقلاب برای مردم ارائه دادید؟ فکر میکنم در حدود 20-25 تا کار به عنوان نمایشنامه که اومد روی صحنه و در تلویزیون تئاتر چند تا تئاتر هم کار کرده بودم و بعدش هم یه مدتی کار نمی کردم به دلیلی که به حال انقلاب شد و در مدتی که به حال این دگرگونی داشت انجام می شد کار تئاتر مختل شده بود مدتی، شاید 4-5 سال تا سازمان ها شروع کردن یواش یواش شکل گرفتن، درهای تئاتر باز شد و منم شروع کردم به کار کردن. و این فرصتی که به حال من از تئاتر به ناچار دور موندم و کار تئاتری هم انجام نمی شد، این فرصت یه فرصت طلایی بود برای من که مرتبه به اون وسوسه درونی خودم که دنبال گمگشته می گشتم که به زبون خودم حرف بزنم، از تئاتر مملکت خودم سر بلند کنم، یه فرصت به من داده شد و من در عرض 3-4 سال شروع کردم رو متون ایران کار کردن، خوندن، به شبای شعر زیادی میرفتم و در شبای شعر متوجه شدم که چقدر شعرهای ما قدرت نمایشی داره و یه مرتبه کشف کردم رو همون که آره، من بایستی که برم به سراغ شعرهای بزرگ ایران که باز بکننده ذهن من و ذهن کلیه آهد مملکت ایران هست، مردم ایران هست. و این فرصت خوبی بود برای من که دیگه کار فعال به روزانه نداشتم که هر روز مثلا بایستی کار تئاتر بکنم یا هر روز باید برم اداره، و مشغول شدم به تحقیق کردن و نوشتم. این کاری که الان دیدیم از برای گذاشته بودیم یوسف و زلیخا بود، این اولین کارتون بوده؟ نه، من اولین کاری که در زمینه ادبیات ایران انجام دادم نمایشنامه بود بر مبنای زندگی و اشعار سهراب سپهری به اسم من به باغ عرفان، که خیلی هم برام دلهره‌آور بود که بیام یه مرتبه یک سبکی رو ارائه بدم که مردم باش آشنایی ندارن و احتمالا ممکنه پس بزنن یا اصلا نخوان، ولی برخلاف اون چه که تصور میکردم اونقدر مورد استقبال مردم قرار گرفت که یه مرتبه فکرم آره مثل که راه من درسته، من با دل مردم دارم کار میکنم. البته منتقدین خیلی ایراد گرفتن، شاید اونا به دلیل اینکه اصلا عادت به چنین کارهایی نداشتن. ببین تئاتر به حال یه چارچوب خاصی داره که باید فقط از اون چارچوب بیرون نیاد و هنوز هم این طرز فکر گاهی هست که چارچوبی رو که من دارم پیاده میکنم در زمینه یک تئاتر موسیقیایی به مذاق خیلی خوش نمیاد یا اصلا عادت ندارن هم چیزی رو ببینن، خب پس میزنن. اونا هم بالاخره صاحب سلیقه، صاحب ارادن، میتونن این کار بکنن و این دلیل برای نمیشه که من کارم متوقف بکنم و ادامه میدم، چون یه سبک
سبک خاصیه، سبک خاصی است که بر مبنای ادبیات کهن ایران ساخته شده و من دارم میرم به سمت سوی اپرای ایرانی. امیدوارم یه روزی اپرای ایرانی شکل بگیره، چون زمینه هاش هست. یعنی اون چه که در شعر به ما ارث رسیده چیز کمی نیست و شعر خودش موسیقی کامله. شما نمیتونی یک بیت شعر رو غلط بخونی، نه غلط بخونی اصلا نمیشه، موسیقیه. برابر این موسیقی کنارش میاد، در واقع شعره که موسیقی داره میکشونه، نه برعکس. موسیقی نیستش که شعر داره میکشونه، اصلا زمینشه، باید بخونی اینجوری. و به هر حال از اون موقع به این طرف من شاید 10 تا کار آوردم یا 11 تا کار آوردم. بعد رفتم سراغ عطار. نظر ما اسمشون رو یادتون هست؟ چند تاشو بفهمم. میتونم بگم مثلا من که یوسف زلیخا بود. یوسف زلیخا کارهای بعدی من بود و لیلی و مجنون آخرینه که من بودم. خیلی قشنگه. حالا سر اون سوالم ازتون دارم بعدن. لیلی و مجنون آخرینه، ولی هفت شهر عشق بود بر مبنای به هر حال عطار و یک موفقیتی رو برای من رقم زد که خود منم واقعا گاهی متعجبم که چه بوده. به هر حال در یه جایی ما رفتیم کار کردیم که تئاتر نبود و در یک باغ دلگشایی که باغ سعدآباد بود این برنامه رو صحنه و استقبال مردم یه چیز حیرت انگیز بود. بعد از اون رستم سهراب اومد، بیژن منیژه اومد، بعد شمس پرنده اومد. شمس پرنده خب خیلی خیلی موفق بود، یعنی یه طوری مردم با شمس پرنده ارتباط برقرار میکردن که از انتظار من بیشتر بود. و بعد آنتیگون بود، بعد رد خلوت نشین روی حافظ بود، بعد خیلی بود. الان من میخوام براتون بگم، یه فهرست باید بذارم جلوی شما و اینا رو بگم. فروغ فرخزاد بود آخرین کاری که کردم قبل از من به باقی، قبل از لیلی و مجنون. یک نمایشنامه رو ارائه دادم به اسم من از کجا، عشق از کجا، که بر مبنای افکار و اشعار فروغ فرخزاد ساخته شد. بیشتر روی اشعارش تا زندگیش، چون من اصولا به زندگی شخصی بزرگان اندیشه تا به حال نرسیدم. ممکنه یه روزی هم بخوام مثلا یک کاری بکنم که راجع به زندگی فرض کنین سعدی بنویسم یا حافظ بنویسم، ولی همیشه من فکر میکنم اون چیزی رو که این بزرگان به ارث برای ما گذاشتن از زندگی خودشون، از هر تفکرشون، از جامعهشون توی آثارشون زنده باشه. ظاهرا باز میگن که یه تیکی از کار شما رو به آماده پخش میریم میبینیم، برمیگردیم دیگه آخرین قسمت مصاحبه با شما عزیز داشته باشیم. برگشتیم بعد از اینکه شمس پرنده رو دیدیم، تیکی از کار قشنگ نمایشی قشنگشون. ظاهرا به من میگن فرصت زیادی نیست، من باید صحبتی که با خانم صابری دارم جمع و جور کنم. وقت بسیاری لازمه ولی متاسفانه وقت برنامه بیشتر از اینو اجازه نمیده. خانم صابری، میخواستم ازتون یه سوال بکنم. راز این که شما اینقدر خوب موندید چیه؟ خوشیکل مونده سنده که نه خوشیکل مونده. حال من سعی کردم بنابر ذات خودم برای زندگی سالمی داشته باشم. زندگی من خیلی سالمه، وقت خوابم، خوراکم همش مشخصه و به ورزشم خیلی میپردازم. یعنی وقتی خیلی بچه سال بودم جزو بهترین های ورزش بودم توی مدرسه، توی والیبال، توی پینگ پونگ. ولی ورزش اصلی من که همیشه با من همراهه و تا جایی که بتونم گاهی روز یک ساعت بهش میپردازم شناست. شنا برای من مثل راه رفتنه و من شنا به هم یه جوری هم آرامش میده. من فکر میکنم از دل آب بیرون اومدیم، وقتی میرم توی آب حس میکنم که توی رحم مادرم هست. شما الان با این روحیه که داری روحیه رفتن به کوه هم داری؟ کوه زیاد با من سازگار نیست، من تو ارتفاع نمیتونم زیاد برم، ولی دریا فکر میکنم یک عاملی است که با من خیلی همسازه. تو دریا خیلی شنا کردم، تو اقیانوس شنا کردم و شنا از کوسه نترسیدی؟ از کوسه هم خب یه خورده ترسیدم، سعی کردم اونجا یه کوسه هست خب نرم، ولی شنا خیلی به من نشاط میده و عضلاتمو میسازه، خودمو میسازه، بدنمو میسازه. یه ارتباط خاصی با آب دارم. زنده باشه خانم صابری. میخواستم بپرسم که شما در حال حاضر میفرمایید غیر از شنا کار دیگه ورزش دیگه که انجام نمیدید؟ فعلا شنای بوده، تنیس به تنیس مشغول بودم، ولی تنیس یه مقداری برای من الان سخته چون باید دائم باش کار بکنید. ولی شنا من از 5 سالگی دارم شنا میکنم، برای شنا چیزی نیست از یاد من بره یا احتیاج داشته باشم که اگر مثلا یه سال شنا نکردم دو مرتبه خودم بازسازی کنم. شنا با منه.
ولی چرا تنیس هم خیلی بازی کردم، پینگ پونگ بازی کردم و والیبال. تو والیبال جزو قهرمان که مدرسه هم بود. خانم صابری الان چون میگم فرصت زیادی نداریم، جوان ها خیلی دوست دارن بدونن از کجا باید شروع کنن، شما در این رابطه چی دارید برای جوان ما بگید؟ چه در مقامی که دوست دارن کارگردان بشن یا پی اسی بنویسن، چه در مقام کارهای دیگه که میخوان انجام رو بدن، شما به عنوان کسی که چندین و چند سال سابقه این کارو داری، چه پیشنهادی برای جوان ما که دوست دارن این کارو ادامه بدن داشت دارید؟ ببینید، من فکر میکنم هر آدمی که در دنیا خلق شده یک استعداد خاصی در ذاتش نهفته است. باید بره سراغ اون استعداد. اولا گول شهرت رو نخوره. شهرت چه گول زود گذره، میاد و میره. ولی شما موقعی به شهرت باید برسین که به اون ذات خودتون توجه کرده باشین. توجه کرده باشین که فرض کنید شما یه آشپز خیلی خوبی هستی، آشپز خوبی خوبم خیلی کار مهمیه. یه دکتر خوب بشین. اما اگه فکر کنی که مثلا من میخوام هنرپیشه بشم که عکس بیاد تو روزنامه، اون یه راه غلطی. راهی رو که شما انتخاب میکنین بایستی که یک نوع تمرکز باشه به اون استعدادی که در نهادتون هست. ببینید، یه نفر صدا داره. بله. خب باید بره سراغ صداش. من کارگردان خب بدی نیستم، ولی من صدا ندارم. اگه فکر کنم خب آواز خون بشم و اشتباه میکنم. باید برم سراغ اون چیزی رو که در نهادم هست و پیداش کنم. میدونین این پیدا کردن استعداد مثل یک مرواریدی هست که توی یک دونه صدف بسته است. باید شما برین سراغ اون صدف و اون صدف رو باز کنین و ببینین که توش چیه. وقتی دیدینش باید بهش برسید و بزرگش کنین. متاسفانه میگن دیگه فرصت زیادی نیست، دوست داشتم بیشتر از این ازتون سوال کنم. فقط اگه شما بتونید با هنرنمایی خودتون، من این سوال ازتون میکنم چون این صحبتی بود که تو تئاتر لیلی مجنون بود، چرا تو قصه لیلی مجنون از کلاسیک خارجی استفاده کردی و یه تیکم از آهنگای جاهلی؟ فقط اینو برای بینندگان عزیز بفرمایید. موسیقی کلاسیک به خصوص در مقام آدمایی مثل بتهوون، باخ و موزار، اینا مرز ندارن که. شما همون حرفی رو اینا دارن تو عرفان میزنن که ما داریم تو عرفان میزنیم. و کار لیلی مجنون بر مبنای عرفانه و بهترین لحظاتی رو که من حس میکردم اینا میتونن برای من اوریان بگن، همین سه تا بزرگی بودن که در جاهای مختلف استفاده شد. و من فکر میکنم که دل آدم ها احتمالا با موسیقی خیلی با هم ارتباط برقرار میکنه. ممکنه شما دیالوگ رو نفهمید، اگه به زبون فرض کنین عربی با شما حرف بزن، عربی نمیدونین چیه، ولی موسیقی 100% با شما این ارتباط رو برقرار میکنه اگه درست انتخاب شده باشه. و من فکر کنم درست انتخاب شده بود. موسیقی جاهلی نیست، موسیقی که برای عده اوباش داشت انتخاب میشد، برای قد و قواره اوباش ساخته شده بود و اون از موسیقی سنتی ایران گرفته شده بود. شما از اوباش دارین حرف میزنین، خب باید موسیقی که مناسب بشه بگین. دارین از مرگ صحبت میکنین، خب باید موسیقی که مناسب بشه باید بگین. چه کسی میتونست مهمتر از و بهتر از بتهوون مرگ رو برای من عنوان کنه و تظاهرش رو من با تلفیق بازی بازیگر ببینم؟ اینا آدم های بسیار بزرگی هستند که نه مرز دارن، نه به هر حال همه رو با هم متصل میکنن. موسیقی افراد بشر رو با هم متصل میکنه. من با موسیقی برجسته و منحصر موافقم، با موسیقی لعب و لعبی موافقت ندارم و هرگزم تو کارهای خودم استفاده ازشون نمیکنم. مگه یه لحظه شما یه کاراکتری داریم میارین که باید موسیقیش همراهش باشه. زنده باشه. ظاهرا میگن وقت تموم شده. به اتفاق خانم صابری با شما عزیزان خدافظی میکنم. امیدوارم این قسمت برنامه مورد پسند شما عزیزان که خواهان این بودید من با خانم صابری مصاحبه داشته باشم و مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خانم صابری به اتفاق هم خدافظی میکنم. خدافظی میکنم از شما. ان شاء الله که فرصتی باشه در کارهای بعدی همراه شما باشم. 100% 100% تا برنامه آینده با شما عزیزان خدافظی.